دوستان عزیز سیما ایران امشب دوباره فرصتی دست داد تا با آقای حسن عباسی پژوهشگر نویسنده محقق و فعال سیاسی مقیم پاریس گفتگویی داشته باشیم در زمینه مسائل فعلی ایران، مسائل روز ایران. این فرصت رو مغتنم شمردیم تا از در توقف کوتاهی که ایشون اینجا دارن باهاشون چندین گفتگو ضبط کنیم و امشب یکی از این گفتگوها رو شما شاهد خواهید بود. آقای عباسی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و میخواستم که این گفتگوی امشب رو برخلاف گفتگوهای دیگه که در زمینهای مختلف فرهنگی و اجتماعی داشتیم به زمینه سیاست و به زمینه شرایط روز ایران بیارم و راجع به این جنبش دانشجویی و اتفاقاتی که اخیراً در صحنه سیاست ایران میفته راجع به اون برامون نظریات خودتون و دیدگاهاتون رو بیان کنید و این سوال رو مطرح کنم که چطور نسلی که در خود انقلاب رشد کرده در حقیقت و با تمام فشاری که روش بوده، با تمام تلاشی که سیاستمداران و به اصطلاح تئوریسین‌های اسلامی به کار بردن تا یک نسل وابسته به انقلاب رو در حقیقت وابسته به نوع بینش خودشون رو جدا از مسئله انقلاب پرورش بدن، همین نسل هست که الان بزرگترین اقدام رو بر علیه خود این حاکمیت به عمل میاره. ریشه های این رو در چه میبینید؟ با درود فراوان به شما و بینندگان و همکاران عزیزتون و سپاس از مهرتون و خیلی خرسندم که من اونطور که به من گفتین میتونیم امشب راحت و آزاد و باز صحبت کنیم. این سیاست ماست به هر صورت که هر کسی که اینجا بیاد میتونه نظریاتش با نهایت آزادی و صراحت بیان کنه. جای خرسندی است، چون من پیش از اینکه وارد استودیو بشیم برنامه آقای قره‌افشار که پخش میشد شنیدم که ایشون گفتن یه عده‌ای رو ایران که نمیتونن حرف بزنن، خب اینجا بذارین حرفشون رو بزنن. و ولی کلن هم میدونید که آقای بارباد طاهری همونطور که اشاره کردید بعد از اینکه جنگ ایران و عراق در ایران متوقف شد، البته خود جنگ همونطور که میدونیم کمک شایان توجهی کرد به بقای این رژیم مذهبی و استبدادی که بعد پس از 20 سال کارنامه نظام رو اگر بخوایم ببینیم جز ویرانی، فساد، فحشا، رشوه و گریز میلیون ها ایرانی از سرزمین ما ارمغان دیگری نداشته. و خب یکی از مسائلی که موجب شد این رژیم رو استوار بکنه مسئله جنگ بود، جنگ ایران عراق که ازش بهره جست هم نیروهای مردمی، ملی میهنی و نسل جوان و انقلاب رو در داخل و در مرزها کشت و هم تونست خودش رو به اصطلاح پایدار کنه. بعد از اینکه جنگ تموم شد اینها با مشکلات بسیاری مواجه بودن، یعنی تمامی نیروهایی رو که اینها به نام سپاهی و بسیجی و به هر حال ملت ایران در مرزها نگه داشته بودن، بگذاریم که گدیرم در داخل کشور به جرم داشتن دوریالی در جیب و یا نمک و فلفل در جیب اعدام کرده بودن که این روزنامه های سال 60 خودشون گویا این واقعیت هست که افرادی در ایران اعدام شدن در سال 60 که در جیبشون دوریالی یافته بودن و نمک و فلفل، گفتن اینها می‌خواستن اینا بزنن تو چش پاسدارا، اینا رو کشتن. به هر حال پس از این اینها پس از اینکه جنگ تموم شد میدونید که حتی خمینی 45 روز بود که تقریبا حالا 5 روز بالا و پایین مرده بود، فوت کرده بود، جسدش رو نگه داشتن تا اینکه در 15 خرداد که سال روز انقلاب به اصطلاح خودش و یا نهضت خودش بود مرگ رو اعلام بکنن که یک حالت سمبولیکی داشته باشه برای ایران و به اصطلاح تاریخ ایران. خب این اون کاریسماتیکی که خمینی تونسته بود بیافرینه در جامعه پس از رفتنش نمیتونست پایدار باشه. اینا از همونجا شروع شد، اشکال رهبری شد. یعنی اینا به این نتیجه رسیده بودن که پس از خمینی یک شورای رهبری تشکیل بدن، چون میدونستن که یک نفر به تنهایی نخواهد توانست به ویژه در دریای ملایانی که در ایران هستن و هر کس خودش رو فقیه و مجتهد و رهبر میدونه، اینها میدونستن که نمیتونن یک نفر رو به عنوان رهبر انتخاب کنن. بر همین اساس
با تبانی که در این طی روزهایی که خمینی مرده بود و اعلام نمی‌کردن کردن با فرزندش سید احمد خمینی، اینها در تلاش بودن بخشی از این جناح‌ها و که بعداً روش بیشتر صحبت خواهیم کرد که یک شورای رهبری انتخاب بکنن و سید احمد هم در اونجا بزنن. ولی مخالفتی که آقای رفسنجانی کرد موجب شد که رهبر رو انتخاب بکنن و پست دیگری رو به فرزند آیت الله خمینی بدن پس از این قضایا. ببینید داریم ریشه های این جنگ داخلی که اینک در میان به اصطلاح خودشون که بخشی از این حال ظاهری هست نیست، اینا داریم ریشهش رو امشب بررسی میکنیم، ریشه یابی میخواییم بکنیم. من سوال وسط این قضیه، شما فرمودین خمینی کاریزماتیک بود، اما خواهیم بگم که ریشه این کاریزما در چی بود؟ این طی بحثی که شب گذشته با هم داشتیم میدونید که شوربختانه گفتیم که روحانیت تونسته بود در طول تاریخ ایران، با اینکه در مقطع‌های از تاریخ مردم اونها رو شناخته بودن، ولی چون روحانیت اونطور که باید به مردم شناسونده نشده بود، معرفی نشده بود، روحانیت تونسته بود یک جایگاه ویژه‌ای رو میان توده‌های مردم، نه در میان قشر روشن فکر و تحصیل کرده ما، به وجود بیاره. همچنان که شما ببینید وقتی که رادیوی بی بی سی اعلام میکنه که خمینی در ماه هست، من در ایران بودم شاهد بودم و همین دو سه ماه پیشم در پاریس پس از 20 سال شاهد بودم که افرادی مدعی هستن که دیدن در ما. یعنی شما ببینید شوربختانه این حالت مذهبی و تفکر مذهبی و اون سلطه روحانیتی که حاکم بود بر جامعه ایران از طریق دین، این موجب شد که خمینی تبدیل بشه به چیز مقدس برای توده‌های مردم. شوربختانه روشن فکرای ما هم به جای اینکه در همون مقطع حساس تاریخ بیان و این رو قضیه رو افشا بکنن، حالا یا مصلحت اندیشانه یا به فکر کسب قدرت، دنبال اون موجی که راه انداخته بودن برای ما. چون من یه بار به خود اینها اینو گفتم در انگلستان که سخنرانی داشتم، در لندن گفتم چطور میشه که یک رادیویی که در سر تا سر جهان به اصطلاح داره پخش میشه، سابقه زیادی داره، رادیو بی بی سی که یک واو رو میخوان در داخلش بگن، تحلیل و تجزیه و تحلیل میکنن، بیاد اعلام بکنه که در ایران مردم سرشون رو با آسمان کردن و آقای خمینی رو در ماه دارن میبینن. من حتی یه نکته دیگه رو میخواستم، رادیو مونت کارلو که یک مرکز یک قمارخونه است در جهان در حقیقت و تمام درآمدش از یک قمارخونه به اصطلاح کسب میشه، بخش فارسی گذاشته بود و هر روز راجع به آقای خمینی صحبت میکرد. این نه تنها جای تعجب داره، بلکه شاید هم جای تعجب اصلا نداره، یعنی معلوم میشه که این بخشی از یک نقشه کلی است، بخشی از این نقشه کلی است که یک شخصی رو به یک جامعه‌ای نه تنها معرفی کنن بلکه قهرمانش بکنن در اون جامعه. برای اینکه رادیو مونت کارلو برای چی برنامه فارسی میذاره و هر روز راجع به آقای خمینی؟ برای اینکه سیاست آقای خمینی حداقل از نظر اسلامی کاملا مغایر سیاست مونت کارلو حداقلش. ولی چرا خمینی بین همه آخوندهای دیگه کاریزماتیک میشه؟ آها، چون خمینی، نکته ای که پرسش بسیار جالبی است، خمینی در میان تمامی روحانیون و فقها و مراجع تقلید تنها آخوندی است که برنامه حکومتی داره. این برنامه حکومتی رو هیچ کسی دیگه نداره از فقهای ما در اون مقطع. الان فقها خیلی هاشون سیاسی شدن در ایران، ولی در اون هنگام تنها کسی که یک مانیفست اسلامی داره که این رو ما در همون سال 57 هنگامی که اعلام شد خمینی میخواد به ایران بیاد، یک گروه از جوانان اعلام کردیم، یک تراکت فقط پخش شد در تهران در فرودگاه که خمینی نیامد، که رهبر آگاه